اینجوری سوال کردن، امروز یه تریدی رو داریم و میخوایم با هم دنبال کنیم ببینیم که چجوری داره انجام میشه. ترید داریم، یه الگوی بسیار کلاسیک، الگوی مستطیل هست، همونجوری که میبینی نقطه ورود من، استاپلاس هم رو الان تنظیم میکنم و همونجوری که میبینین این جفت ارز پاوند به انزدی تایم فریم ایم 4 هست. سل من حجمش 8 لاته و در حقیقت میخوام یه کویک اسکلپ بکنم، به قول معروف حرکات 10 پیپ 20 پیپی رو بگیرم. معمولا حالا اسکلپ به 5 پیپه، منتها چون اینجا اسپریدش زیاده این جفت ارز همونجوری که میبینین شاید اسپریدش یه پیپ باشه، پاوند به انزدی شاید هم بیشتر. همونجوری که میبینیم برای باز کردن این جوفرز من در حقیقت این معامله 33 دلار کامیشن دادم. اینجا جاییه که به نظر میرسه نقطه بعدی و ناحیه بعدی هست، پس من حواسم به اون ناحیه خواهد بود. این تایم فریم M5 یه مقدار نزدیکش میکنم. ببینید فشار رو بعد از فول بادی کندل، فول بادی بریک اوت، این کندل مشکی بلند که شکسته ناحیه ما رو و در حقیقت داره میاد پول بک کرده. خب میایم همون جوری که میبینین ببینین چقدر ریجکشن های قشنگ داشته از اون ناحیه، میایم و کندل به واسطه در حقیقت کاملا مشخصه، احتمالاً این کندل یه پول بکی هم میزنه و بعد شروع میکنه به ریختن. حالا نگاه میکنیم ببینیم این معامله در انتها چگونه میشه. تایم فریم M5 معمولا حرکتش سریع، اسپرد تاثیر بیشتری داره. استاپلاس من تقریبا 13 پیپ و اولین جایی که من میخوام ریسک فری کنم 15 پیپیه. من والیوم رو هم نمایش میدم که بچه ها ببینن حجم میتونه اثر داشته باشه روی در حقیقت کارا. اینجوری بله اینجوری ما گرید میندازیم. الان همونجوری که میبینید یه پول بکی رو زد داره میزنه به نقطه ورود من. خب حجم 8 لات به تبع یه حجمیه که تاثیرگذار میتونه باشه در حقیقت توی بازار. اومد یه پولبک سریع زد، یه فشار بایرها. به هر حال بایرها دوست ندارن که اون در حقیقت لوه شکسته بشه این قیمت و همینجور این لوه بعدی. باید ببینیم آیا الان میتونیم بگیم moment of true، موقعیه که مشخص میشه فشار سلرها. تایم فریم یه دقیقه ایشون میبینیم که چه فشاری دارن سلرها تو یک دقیقه وارد میکنن به این جفت ارز و در حقیقت من میذارم اینجا که اگر پولبک ناگهانی رو به بالا دیدم اوردرم رو دستی ببندم، دوست ندارم بره معاملم تو ضرر. و در حقیقت اولین اصل ما مانی منیجمنت حفاظت سرمایه‌مونه. دوست ندارم معامله‌ای که الان 420 دلار تو سوده بره و بشه برام کمتر. اوردرم رو باز میکنم، دارم این پنجره رو اینجا کلوز. به هر حال بخشی از کار ما دقته، وقتی توی معامله میریم خیلی دوست داریم سریع دقت کنیم. کندل ها هر کندل 5 دقیقه شکل میگیره، من اینجا رو مارک میزنم در حقیقت برای بچه هایی که دوست دارن اینجا ببینن که اینجا نحوه پرایس اکشن و حرکت قیمت برای من خیلی اهمیت داره که سلرها بتونن بکشن قیمت رو از اون ناحیه پایین تر. اونجا لو جاییه که اولین جاییه که پول بک زده و منطقه بریک ایون ما یا در حقیقت منطقه ریسک فری کردن ماست. میبینیم که قیمت چجوری حرکت میکنه. همونجوری که میبینی الان یه تاچ کرد، یعنی بایرها یه فشاری رو وارد مارکت کرد. من اینو دوست ندارم. درسته طبعا هرگز این اتفاق نمیافته که مارکت سریع به یه سمتی حرکت کنه، اما در حقیقت میتونه که سریعتر حرکت کنه. من حجم رو یه بار دیگه میندازم، همونجوری که میبینی تو حرکت داون ترند اون دو تا کندلای نزولی چه حجم زیادی رو وارد مارکت کردن. ساعت رو هم میندازم، 1 دقیقه و 15 ثانیه دیگه به بسته شدن این کندل باقیه. به هر حال وقتی ما صحبت میکنیم از ترید در حقیقت راجع به این صحبت میکنیم که چجوری باید منیج کنیم. امیدوارم که این ویدیو بتونه کمک کنه. اونجوری که میبینین یه مقدار اومد بالا و در حقیقت من رفتم از 400 خورده ای تو منفی بودم. به هر حال حجم بالاست و البته اسپرد پاوند به انزدی خیلی در حقیقت اینجا
اذیتمون شاید خواهد کرد. الان داره شبیه یه لوجی بسته میشه، باز اینم چیزی نیست که من خیلی دوست داشته باشم، اما به هر حال میتونم صبر کنم و نگاه کنم. به هر حال اوردرم بازه، صبر میکنم، منیج میکنم. همونجوری که میبینی الان 32 دلار توی سودم، 400 دلار کجا، 32 دلار کجا. میریم جلو تا ببینیم چی میشه. 20 ثانیه دیگه این کندل بسته میشه، نگاه میکنیم. در حقیقت این پروسه ای هست که اگر توی دوره تحلیل تکنیکال بیاین یاد خواهیم گرفت و خیلی هم آسونه، چیز سختی نیست. کار سخت اینه که باید تحلیل کنین، بهترین جوفرزا رو پیدا کنین و بیاین اون رو در حقیقت ترید کنین. الان کندل باز یه مقداری فشار رو به پایین بسته شد، حالا باید صبر کنیم ببینیم کندل بعدی چه اتفاقی براش میفته. این ویدیو شاید بلند باشه، شاید کوتاه باشه، ما نمیدونیم. شاید این ترید 2 ساعت طول بکشه بره استاپ لاسمون رو بزنه یا تیک پروفیتمون رو بخوره، یا شاید تو 5 دقیقه آینده این اتفاق بیفته. همونجوری که میبینی من تیک پروفیتی برای خودم فرض نکردم و اجازه میدم که در حقیقت این ترید بره جلو و ببینیم چه جوری. سعی میکنم تا اونجایی که بتونم پاز نکنم ویدیو رو و همین جوری جریان داشته باشه. یه فشاری از بایرا میبینیم به تب، اونجا جاییه که بایرا دوست ندارن در حقیقت از دستش بدن اون قیمت رو. کسایی که از قبل بای کردن یا رو اون کندل سفید اومدن بای زدن، فکر کردن فالس بریک اوته، اما بعدش کندلایی که میبینین کاملا داره فشار سل رو نشون میده، کاملا فشار سل رو اون چند تا کندلی که من بعدش وارد شدم مشخص بوده. الان یه مقدار سلرا میان بازار رو میگیرن. من تیکرم گذاشتم این بالا، از تیکرم میتونین استفاده کنین. همونجوری که میبینین فاصله خرید و فروش رو نشون میده و اوردرا دارن به چه سمتی فالو میکنن. یعنی الان که میبینین به نظر میرسه قیمت ها رو تیکر یه ثانیهی دارن بالا میرن، یه آپ ترندی رو اینجا دارین. حالا ببینیم در حقیقت کندل چجوری میره. جوفرزای دیگه ای هم توی واچ لیست دارم، یکی از جوفرزا همین جوفرز اگه اشتباه نکنم NZD به CHF، همون تایم فریم M5 من براتون میارم. همونجوری که میبینین یه الگو مثلث بالا رونده بود. برمیگم روی این معاملهی که دارم حواسم رو پرت نمی کنم. الان فشار سلرا بسیار زیادتر شده و به نظر میرسه که سلرا قادر خواهند بود اون ناحیه رو بشکنن. ما انتظار شکست رو داریم. اگر سلرا قوی باشن دوست داریم سریع این اتفاق بیفته. برگشته قیمت، این برای بار سوم هست داره اون ناحیه رو میخواد تست کنه، پس برای ما خیلی مهمه که در حقیقت بایرا ضعیف باشن توی اون محدوده و قیمت بیاد بشکونه. حالا نه به صورت فول بادی بریک اوت، به هر حال شکست، الان اون شکسته داره اتفاق میفته، قیمت کاملا داره جدا میشه. همونجوری که میبینین نزدیک 500-634 دلار خیلی قشنگ داره اونجا رو میشکونه. این چیزیه که من دوست دارم و این لحظه‌ای که به نظر میرسه یک بیک رو رد کرده، من یه مقدار مکس میکنم برای جابجا کردن در واقع استاپ لاسم، اما اون اوردر بازه، هر لحظه میتونم کلوز کنم. فقط به خاطر اینکه در حقیقت اینجا اسپرد زیاده یه مقدار من صبر میکنم و یعنی دستی شما هر لحظه میتونیم وارد چین. یه مقدار فشار بایرا رو میبینیم، باید ببینیم چه اتفاقی میفته اینجا. 15 پیپ الان قیمت حرکت کرده، بیشتر از یک بریک هم اونجوری که میبینید و در حقیقت وقتشه که من بیام استاپ لاسمو جا به جا کنم بذارم رو بریک ایون. الان یه فشاری از سمت بایرا داره وارد میشه، میبینین اون شکست، اون کندل فول بادی یا بادی کامل در واقع تبدیل شد به یه کندل با شدو. 1 دقیقه و 20 ثانیه، 1 دقیقه و 17-16 ثانیه دیگه این کندل هم بسته میشه. ترید کردن دقیقا همینه، یک ماراتونه. باید کاملا شما ذهنتون رو، خودتون رو، بدنتون رو، فیزیکتون رو آماده کنین بشینین پای چارت. همونجوری که میدونین تایم کاری من تایم کاری نیویورکه، پس بنابراین شکست داره الان همین الان تو زمان نیویورک انجام میشه. امروز هم در حقیقت 29 30 ژانویه، عذرخواهی میکنم، در واقع
بازار کاری 30 ژانویه هست. باید ببینیم چه اتفاقی میفته الان، آیا قادر خواهند بود اون ناحیه رو بشکنن یا نه. جفت ارزم جفت ارزیه که توی واچ لیست در واقع کانال تحلیل تکنیکال بوده، دوباره برمیگرده قیمت میخواد بشکنه. من میام ناحیه بعدی رو اینجا مشخص میکنم، اول مشخص میکنم بعد روی چارت به شما نشون میدم، به خاطر اینکه حجم زیادی میشه و میخوام حجم در واقع ویدیو کمتر باشه، سعی میکنم که در واقع کل اسکرینم رو شیر نکنم. الان میارم اینور بهتون نشون میدم. این ناحیه بعدیه که من گذاشتم، دقیقا همون جوری که میبینین این ناحیه پایینی که الان قیمت رسید بهش، کاملا بریک اوت کرد اونجا رو، من برمیدارم اون رو. من صرفا جهت نمایش نشون دادم که اونجا چه جای مهمی میتونه باشه. خیلی راحت الان سر صبر، تایم فریم M5 اونقدر سریع نیست، استاپ لاس هم میذارم رو بریک ایون و ناحیه بعدی همینجاست. اینجاست که من دوست دارم این ناحیه هم شکسته شه، چون معامله بریک ایون هست. البته همینجوری که میبینین کلوز هم اونجا فراهم، هر موقع دوست داشته باشم میتونم معامله هم رو ببندم و در حقیقت نشون میده که داره حرکت میکنه و ما میخوایم این حرکت ادامه پیدا کنه. این حرکت رو دوست داریم ادامه پیدا کنه و در حقیقت نگاه میکنیم شاید بیاد اینجا همین الان بعد از این کندل مشکی و نسبت به اون ناحیه. به هر حال وقتی ما پرایس اکشن کار میکنیم نواحی برامون اهمیت داره، اون ناحیه بسیار ناحیه مهمی، همجوری که تو شکلی شاید اومده یه برخورد کرده یه تست کرده، شاید بیاد سریع بشونه این رو و شاید هم یه پولبکی بکنه. به طبعم میدونم بایرا اینجا زیادن یه پولبکی میکنه، من چون میخوام چند پیپ دیگه، تقریبا شاید 10 پیپ 15 پیپ دیگه ببندم معاملم رو، خیلی در حقیقت سعی نمیکنم که بیام حرکات خیلی زیاده بگیرم، چون میبینم که الان بیشتر از یک به یک داره میشکنه. الان یه تلاشی کردن سلرا که این قیمت رو پایین بکشن، در حقیقت همون جوری که میبینیم والیوم رو هم اگر بندازم، من سعی میکنم الان والیوم رو و آرسای رو ترکیب کنم، چون بچه ها خیلی سوال میکنم والیوم رو اگه مینداختیم در حقیقت کاملا مشخص بود. من گرید رو بردارم، الان اون وقتیه که باز میگم مومنت آف تروه، 4-3 دقیقه دیگه این کندل بسته میشه، باید ببینیم بایرا و سلرا چه اتفاقی میفته. اگه بایرا یه دفعه قیمت رو بکشن اینجاها من بستم، البته بریک ایون هم اونجاست، $835 $25.69 دارن نشون میدن سلرا که میخوان این ناحیه رو بشکنن. از پوینت اگه نشون بدم 15 پیپ، تا الان 15 پیپ قیمت در جهت من حرکت کرده. من کارنسی همیشه میذارم نگاه میکنم. پس قیمت الان در واقع شکل دوجیه، خود دوجی میتونه یه علامت خطر باشه، اما خب من میدونم بعد از هر حرکت نزولی شدید یه پولبک همراهه. سعی میکنم، شاید فکر میکنم این به صورت پولبک بیاد، چون پوند به هر حال میدونیم که ضعیف شده. سلرا الان تو در واقع قدرت رو به دست گرفتن، 2 دقیقه و 20 ثانیه دیگه کندل بسته میشه. واقعا ترید اگه میکنین باید همین جوری ترید کنین. این رو به عنوان یه مثال میگم و برای خیلی از بچه ها تایم فریم 1 دقیقه دیدیم که در واقع چه جوریه. تایم فریم های مختلف رو یه چک میکنم ببینم چه اتفاقی داره میفته. درگیرن در واقع، کاملا مشخص بایرها دوست ندارن از دست بدن این ناحیه رو و در حقیقت سلرها دوست دارن بشینن و بکشن پایین. یه مقدار 2 دقیقه دیگه مونده بر باز کردن، همونجوری که گفتم این ترید من $33 کامیشن دادم که اسپرید کمتری بگیرم. حساب ECM پرو استفاده میکنم برای دادن در واقع کندلای در واقع اسپریدای پایین تر، من یک کامیشن میدم. من تیک پروفیتمو به عنوان مثال میذارم نقطه 1 به 2 که در حقیقت ببینیم چجوری میشه. شاید زودتر ببندم، شاید اصلا بره بریک ایون هم بخوره. از الان به بعد این معامله در واقع هیچ ضرری برای من نداره، مینیمم میاد و من $40-$50 سود میکنم. توی تایم فریم 1 دقیقه کاملا میبینین بایرها به دست گرفتن بازارو. الان یه پولبک داریم، یه کندل 5 دقیقه پولبک تا 1 دقیقه دیگه بسته میشه و کاملا توی اون ناحیه در حقیقت داره مقاومت نشون میدن بایرها، یا قیمت میاد میشکونه پایین، من به طب دوست دارم بشکونه اون ناحیه رو بیاد پایین، یا به طب میره بالا
بره بالا در واقع بریک ایون من میخوره، بیاد پایین من سود بیشتری میکنم. وقتی توی معامله سودم در واقع سعی میکنم بیشترین ران رو بگیرم ازش تا بیشترین سود رو بکنم. کندل در واقع داره کم کم دیگه 20-30 ثانیه دیگه بسته میشه، دیگه ساعت هم هست. این یه محیط کاری خیلی خوبه، یعنی آفیس من الان همین چارت به این خوشگلی آفیس منه، چندین چارت دارم اما خب همین الان فوکسم همینه دیگه، خیلی کاری ندارم تو استاک چه اتفاقی میفته بقیه جفت. حواسم هست اگه موقعیت خوبی باشه، اما حواسم به کورولیشن هست، حواسم به در واقع ماکسیموم ضررم هست. الان چون ضرری متوجهم نیست، معامله دیگه خوبی دیگه هم دیدم حتی کورولیشن دارم بود، من ترید میکنم. خب الان این کندل بسته شد، فشار خیلی قوی از نظر من به عنوان بایران نیست، دوست دارم در واقع بشکنه سری بیاد پایین. اگر اسپریدم زیاد نبود میتونستم در حقیقت بذارم اون بالا این کندل استاپ لاسمو. همونجوری که میبینین روند نزولی که اومده حجم داره کمتر میشه، یعنی حجم نزولی کمتر شده. ما دوست داریم توی روند نزولی حجم ثابت باقی بمونه، یعنی زیادتر بشه. همینجوری که میبینین حجم کندل قبل، قرمزش کنم، حجم کندل قبل نسبت به قبلش کمتر شده و این داره نشون میده فشار بایرا بیشتر شده. اینجا در واقع لو این کندل در حقیقت جاییه که من دوست دارم خیلی سریع شکستش رو ببینم. اگه خیلی بازی کنه هولوش این ناحیه احتمالا دستی میبندم معاملم رو، اما خب به هر حال تجربه به من میگه که احتمالا این معامله میاد یه پولبک میزنه میره، اما این میزان پولبک رو ناحیه الان جوری که میبینیم فشار بایراست. این رو من میگم فشار بایر کاملا مشخصه. فکر میکنم 17 دقیقه الان تو این معامله هستیم و تا الان $500. من دوست دارم در کمتر از یه ساعت دو برابر کنم اون ریسکی که کردم. الان به حالت دوجی در میاد، بایرا، سلرا. خیلی جالبه وقتی کندل خونی رو یاد بگیرین، کل دوره پی تی ای همینه، کندل خونی رو یاد بگیرین قادر به همه کاری هستین. الان همون جوری که میبینین یه فشار سلی داره ایجاد میشه، بسیار دوست دارم این فشار سل رو، دوست دارم ادامه پیدا کنه و اون ناحیه رو بشکونه و من بعدش میتونم در حقیقت راحت معاملم رو ببندم. میام یه سر دیگه میزنم به NZD و CHF. خود این شکست NZD و CHF، من این رو بیارم تو تصویر، بردارم اوردرم رو یه مقدار بزرگتر کنم. کاملا اینجا اسمش، ما تو آموزش ها گفتیم اسمش در واقع Ascending Triangle یا مثلث بالا رونده. پول بک فول بادی بریک اوت، اگه من بتونم فول بادی بریک اوت اینجا اتفاق افتاده، منتظر پول بک به اون ناحیه هستیم و نقطه ورودمون. کاملا چیزیه که شدنیه، این راه بسیار آسونه. اونجوری که میبینین خیلی قشنگ اومده، کاملا شکل مثلث رو داریم، قبلش هم که سعودی بوده. الان کندل سعودی من دوست دارم بیاد پول بک کنه رو اون ناحیه و بره بالا، اما تمرکز اصلیمو الان میذارم رو همون معاملهی که بازه. سعی میکنم در واقع الان نگاه کنی NZD CCF M15 تایم فریم M15، یه ساعت دیگه از وقت کاری من باقی مونده، پس میتونم اگه سیگنال بده ترید کنم. اینم پاوند به NZD، اوردر من 8 لات، استاپ لاس هم که رو بریک ایون. آره این نقطه ورود من انتریش سبز بود، قرمز شد به خاطر اینکه رنگ والیوم رو عوض کردم. 2 دقیقه دیگه این کندله بسته میشه، اوردر رو بذارم سر جاش. همونجوری که میبینی این والیوم، این حجم هی داره کمتر میشه، یعنی حجم بایرا الان اینجا. من دوست دارم یه حجم زیاد، یه کندل قویه مشکی یا تو جهت نزولی ببینم. الان شبیه دوجی داره بسته میشه، 1 دقیقه و 30 ثانیه دیگه صبر میکنیم این کندل عوض شه. 20 دقیقه الان از این معاملمون گذشته، یه چیزی هلوش فکر میکنم 500 و 663 دلار تو سودیم. کاملا معامله ریل آنلاین بدون پرهیز سعی میکنیم ضبط شه و امیدوارم که در واقع بچه ها بهره کافی رو ببرن. نزدیکش میکنیم، این بیشتر داره به من میگه شبیه یه پولبکه، یعنی بازار ریخته یه پولبکی داره میزنه و بعد ادامه مسیر رو میده.
این تجربه منه. و حال وقتی اعتقاد به نواحی داری، میدونی قیمت از ناحیه به ناحیه دیگه حرکت میکنه. از بالا که حرکت کرد، من والیوم رو بردارم، از بالا که حرکت کرد اومد پایین، در حقیقت برسه به ناحیه بعد، قاعدتا اونجا بایرا هستن. یا RSI رو بندازم، خیلی از بچه ها معمولا سوال میکنن، واقعا اطلاعات خاصی به ما نمیده. خیلی از بچه ها منتظر دایورجنس هن، منتظر دیدن این امرن. اما میخوام بگم شاید این امرم اینجا اتفاق نیفته، چون حرکت کاملا نزولیه، پس بای احتمالی اونجا خیلی روی این ناحیه که داریم جوابگو نیست. خیلی از بچه ها ترند لاینه، میگن اینجا ترند لاینه. من اعتقاد دارم اگر رو ترند لاین کار کنین، رو RSI بهتر میتونه باشه، چون تو جهت میتونین ترید کنین. هر بار که برخورد میکنه به ترند لاین یه پوزیشن سل میده، اما همونجوری که میبینین در حقیقت میتونم بگم یه دونه دایورجنس اون بالا رو دابل تاپ داشتیم، الگو مثلث بالا، و همین الان در واقع نگاه کنین کندلم بسته شد و کاملا به نظر من کاملا شبیه پول بک و فشار کم بایر است. پس اگه کسی اونجا بایر بود اینو بردارم، کسی بایر بود احتمالا خیلی سود نکرده. الان با توجه به اسپردی که هست روی این ناحیه بای بزنی خیلی احتمالا سود نمی کنی. والیوم رو یه بار دیگه بندازم برای دوستان. همونجوری که میبینین دیگه الان والیوم خیلی کمه، حجم تریدا کم شده. حالا یه مقدار بایرا احتمالاً دیگه بایرا دوست دارن هر چقدر میتونن بکشن بالا قیمت رو. باید ببینیم موفق میشن یا نه. خب قاعدتاً های و لوی کندل قبل برای من خیلی مهمه. اگر در حقیقت بیاد لوی اون کندل رو بشکونه، به نظر میرسه قادر خواهد بود که ناحیه رو بشکونه. یه فشار بایرا. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. 22 دقیقه است که ما تو کندلیم، تو تریدیم. خیلی دوست دارم، من خوشبینم هستم. خیلی از اندیکاتورام هستن اینجوری آبی و قرمز نشون میدم، من خیلی با اونا کار نمی کنم. خیلی از بچه‌ها سوال کردن، تو مجموعه اندیکاتوری که تو دراپ باکس گذاشتیم شما میتونین استفاده کنین. فقط کافیه عضو کانال تلگرام ما بشین تا به راحتی دسترسی داشته باشین. خیلی از اندیکاتورها داریم ما ساپورت و رزیستنس نشون میدن، اما به هر حال نگاه کنیم اون بالا نشون میده و ما این پایینیم. به نظر میرسه بایرا قادر نیستن نگه دارن اون لول رو. 3 دقیقه دیگه، تقریبا 3 دقیقه دیگه بسته میشه. فشار سلرا رو میبینیم. 22 دقیقه 23 دقیقه در واقع تو ترید هستیم. فشار سلرا NZD CCF هم کاملا بریک اوت کرده، منتظر هنوز پول بکی نمینیم. پاوند به ین هم جالب بود، پاوند به ین هم یه پاوندی دیگه است که در واقع توی ناحیه مهم M15 داره کار میکنه. خب میایم پایین. در حقیقت خیلی نمیتونیم، من خیلی از بچه ها سوال میکنم معامله ریل بزن، خیلی نمیتونم همون لحظه ضبط کنم، به خاطر اینکه خیلی شاید باید حواسم به تریدم باشه، حواسم به فاکتورهای مختلف باشه، به اخبار باشه. خیلی در حقیقت نمیتونم خوب توضیح بدم. اینجا برای RSI که میذارم کاملا مشخصه، فشار در واقع حجم کم شده به واسطه نزول اینا. همونجوری که میبینین کندلای مشکی بلند خب حجم بیشتری داشته، مثلا اینجا سفیده بلند بوده، اما همونجوری که میبینین حجم کم شده، پس اونجا به خاطر همین یه مقدار الگوی شکست و ریزش شکل گرفته. همه چی کندلستیک هر اطلاعاتی که بخواین در اختیارتون میذاره، فقط کافی دقت کنین. من مستطیل میذارم رو های لو این کندل قبل، هایم میذارم رو های الان. به هر حال دوست ندارم خیلی بره بالا، اسپرد زیاده، 15 پیپ معامله تو سوده، و دوست ندارم همین 500 خورده دلار رو از دست بدم. باید ببینیم قیمت چی کار میکنه. الان در حقیقت داره میاد، شبیه دوجی داره زده میشه. این دوجیه به نظر میرسه 1 دقیقه و 20 ثانیه دیگه کندل بسته میشه. به طب این هایی میتونه استاپلاس من باشه، منتها چون خیلی اسپریدم زیاده نسبت به در واقع این جوفرز، پاوند به انزدی جوفرز فرعیه. حالا نگاه کنیم ببینیم چی
شکسته میشه یا نه، بایر تا جایی که میتونم فشار. بنابراین من استاپلاسم رو خیلی سریع جابجا نمیکنم، یه مقدار فضا میدم، جای تنفس میدم بهش که بتونه کار کنه. استاپلاس رو نگاه کنین، تفاوت قیمت خرید و فروش بالای اسک که پایینی بیده، و در حقیقت همونجوری که میبینین فاصله زیاده از نظر من نسبت به جوفرزه اصلی که من 1/10 پیپ 2/10 پیپ معمولا معامله میکنم، اینجا زیاده. حتی با اینکه 33 دلار هم من کامیشن دادم برای باز کردن این هشلات، اما همچنان در حقیقت اسپردم زیاده. ذات پاوند به انزدیه به حال، کم کم هم نزدیک میشیم. یه نکته دیگه هم که هست، کم کم داریم نزدیک میشیم به بسته شدن بازار لندن، و من خیلی دوست ندارم پاوند رو نگه دارم وقتی که بازار بسته میشه. یه مقدار نگه میدارم، یه 10 دقیقه یه ربع دیگه نگاه میکنم. به هر حال دوست دارم بسته شه، گرچه که دوست دارم تو سود بسته شه، گرچه که در واقع معامله هم بریک ایون هم هست. خب این در واقع کندل هم بسته میشه، باید ببینیم کندل بعدی چه شکلیه، های لو اون کندل. و در حقیقت نگاه کنیم، به نظر میرسه بایرا دارن فشار میارن که قیمت بره بالا. اسپرد بسیار زیاده، اذیت کننده است. اگه اسپرد نبود شاید من بیشترم توی سود بودم، همون اول معاملم رو هم بسته بودم، توی ناحیه پایین بود. بایرا اگر بتونن این های رو بشکنن یه مقدار خطرناک میشه دیگه. آها میشکنن، فشار بایرا به نظر میرسه اونایی که بای زدن الگوی بایی هم نداشت اونجا. دقیقاً بخوام بگم خیلی الگوی بای واضحی داره یا الگوی کندل. همچنان نگاه کنین یه کندل نزولیه، این چهارمین کندل صعودیه و نتونسته کاور کنه. من اینو اینجوری تحلیل میکنم و در حقیقت همچنان به نظر من به عنوان یه پول بک معامله توی بریک ایونه، هیچ مشکلی ندارم. نهایتش در واقع میره استاپلاس من زیر بریک ایونو میزنه و اونجا هم کسب سود میکنم. معمولا جوری تنظیم میکنم که در حقیقت بتونم سریع معاملم رو ببندم. شاید باید الان کاملا فشار بایرا رو میبینیم، خیلی کم مونده. تریدی که اگه اشتباه نکنم 700 خورده ایش رو دیدم توی سود بود، الان به 200 دلار رسید. میخوام بگم بعضی وقتا حتی اونجا من باشم دستی میبندم، حالا این معامله رو باز گذاشتم. نتیجه میبینیم پاوند یه مقدار نگاه کنیم، پاوند به ین M15ش کاملا داره سودی میشه. حالا به نظر میرسه خریدارای پاوند دوست دارن پاوند رو بکشن بالا، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. 3 دقیقه دیگه در واقع این کندل بسته میشه کاملا، یه کندل صعودی، اما حجمش حجم خوبی نیست. همچنان در واقع الان نگاه کنین کم کم دیگه کندل داره نزدیک میشه در واقع به های اون کندل نزولی، پس داره کاور میکنه اون رو. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. شما میتونستین روی 1/1 همون لو اولین لویی که گفتم تیک پروفیت کنین، میتونستین در واقع نرسته به ناحیه تیک پروفیت کنین، میتونین مثل من 1/2 100% در واقع تیک پروفیت کنین. حالا ببینیم سلرا قیمت رو میکشن پایین، 1 دقیقه و 20 ثانیه دیگه کندل بسته میشه. خب ببینیم که به نظر کندل صعودیه، من خیلی انتظار این رو داشتم بشکنه قیمت اون ناحیه رو بیاد پایین، اما خب به هر حال همیشه این اتفاق میفته. 162 دلار، 142 دلار. من این اوردرم قیمتش رو درست کنم با حجم و حجمم بذارم باش تقریبا 1 دقیقه و 40 ثانیه دیگه این کندل بسته میشه. نگاه میکنیم کندل رو، فشار سلرا به نظر میرسه خیلی از اونایی که در واقع بای زده بودن اینجا روی این ناحیه در حقیقت دارن تیک پروفیت میگیرن. میذارم این باکس رو روی های لو این کندل، دوست ندارم بالاتر از این کندل دیگه بره هایش. 1 دقیقه و 20 ثانیه دیگه این کندل بسته میشه، 262 دلار. خیلی دوست داشتم به 4 رقمی بکنم، یه معامله 1000 دلاری بکنم رو
روز 30 ژانویه هم هست و در واقع این ماه هم رو عالی تموم کنم. ببینیم چه اتفاقی میفته. 30 دقیقه است ما تو معامله ایم، یعنی 30 دقیقه شما باید پای چارت بشین. از نظر من خیلی ها از استراتژی set and forget استفاده میکنم، میگم معاملت رو باز کن برو پی کار ادامه، من میگم باید پای معامله بشینی، شاید یه فرصت دیگه هم از شکست اون ناحیه داد به ما. حالا یه مقدار طول کشیدیم پولبکه، اما همچنان از نظر من پولبکه به خاطر اینکه 4 تا کندل همچنان نتونسته اون یه دونه کندل رو کاور کنه. 20 ثانیه دیگه این کندل بسته میشه و بعدش بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه بایرها بیان که سریع استاپ لاس ما میخوره، اگه سلرها بیان، آها فشار سلرها کاملا اینجا، الان سلرها قیمت رو اسکویز کردن تو لحظات پایینی و به شکل یه دونه در واقع شادو بلند با بدنه دادن. اسم این الگو رو میدونین، اسما اصلا برای ما اهمیتی نداره، من هیچ وقت نمیگم اسما چه اتفاقی میفته. یه خبر اومد در باره نچرال گس، احتمالا قیمتش میره بالا به خاطر اینکه دیمندش بالا. الان نگاه کنین کاملا اینجا داره نشون میده که اینا پول بکه، کامل اینجا پول بک، این 4 تا کندل سعودی به نظر پول بک میرسه. یه مقدار به تپ باید با ایرا فشار رو بیارن بالا، اما به نظر میرسه که آخرین رمخ های با ایراست و در حقیقت سلرا اومدن و بازار احتمالا دست سلراست. باید ببینیم یه شکست تر و تمیز از اون در واقع ناحیه، انتظار من اینه که بیاد اون ناحیه بشکنه. لایف تریدینگ رو داریم با صفحه تحلیل تکنیکال، شما میتونید به گروه ما توی کانال تلگرام عضوشین. کاملا فشار سلرا، فشار سلرا، به 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 فشار سلرا، چقدر لذت بخشه وقتی میبینیم که در واقع میتونین با کندل خونی فشار رو ببینین. دوست دارم این فشار رو بیشتر ببینم. توی دوره در واقع تخصصی 7 جلسه ای که جدیداً طراحی کردیم، شما قادر خواهید بود یاد بگیرین این استراتژی رو و کار کنی. خیلی از مطالب ما تو آموزش ها گفته شده، تو آموزش هایی که بیش از 200 ساعت ما توی یوتیوب داریم، توی آپارات داریم. کاملا قیمت نگاه کنیم، منتها میگم تو این ترید فقط تنها چیزی که من اذیت میکنه دوستانم تیک پروفیت بگیرم اسپرد زیاده. کاملا قیمت میاد برای بار سوم، الان میخواد ریتست کنه، سلرها کاملا قیمت رو دستشون گرفتن. بسیار نمونه عالیه. مهم نیست هر روز ترید کنین، مهم اینه که یه ترید رو درست انجام بدین. کاملا نگاه کنین اومد نزدیک اون ناحیه، بایرها دوباره اومدن در واقع کشیدن بالا قیمت رو، شادو شد، فشار بایرها همچنان ادامه داره. من این اوردر رو جابجا بکنم، احتمالا میخوام جابجا کنم این رو و شاید هم دستی ببندم. انزدی به سی چی اف هم نگاه کنم، جو فرضای دیگه پاوند به ین رو نگاه کنیم، پاوند به ین هم یه حالت همر شد، در واقع هنگینگ من بهش میگن، همر برعکس. باید ببینیم آیا سلرا، دوست ندارم مقاومت بایرا رو اینجا ببینم، دوست دارم بعد از اون پول بک سریع قیمت بیاد ناحیه رو بشکونه و بریزه پایین و نفوذ رو ببینم به قول معروف تو این ناحیه. بسیار عالی، 33 دقیقه از ترید ما بازه و لحظه به لحظه داریم نگاش میکنیم، کار به کارش داریم. این هایی که روی این هنگینگ من داریم در حقیقت میتونه استاپلاس جدید من باشه، اما خب نمیارم به خاطر اینکه اسپرد زیاده. یه مقدار تو چارت های مختلف بنا به موقعیت های مختلف خب اسپرد ها بیشتره و در حقیقت با توجه به اون ما باید تریدمون رو منیج بکنیم. تو دوره تحلیل تکنیکال هم کاملا در واقع استاپ لاس بنا به اسپرد، یعنی یکی از فاکتورهای اسپرد استاپ لاس گذاری اسپرده. ببینیم که در واقع چه اتفاقی میفته. فشار سلرا همچنان حفظ شده، 1 دقیقه و 30 ثانیه به بسته شدن این کندل هست. کندل دوست داریم، کندل بسیار مشکی بلند یا بریش بلند یا نزولی بلند باشه. بسیار قشنگ داره ناحیه انجام میشه.
خیلی راحت این ترید ها، 618 دلار تو سود، 612 دلار. عدد سود برای ما اهمیت نداره، اون چیزی که هست من الان انتظار شکست سری رو میبینم، میدونم که معاملم ریسک فریه و هیچ مشکلی برام پیش نمیاد. خب ببینیم، ریسک تو ریوارد هم چیزی که میگفت یه معامله ایه که 1000 دلار قطعا، در واقع قطعا که نه، اگر کار کنه تیک پروفیت من بخوره 1000 دلار برای من داره. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. 650 دلار میاد پایین. به هر حال یادتون باشه وقت اینا پول واقعیه، اینا دلارای واقعیه، من دوست ندارم از دست بدم. معامله رو الان ببندم بهتر از اینه که بره در واقع بریک ایون منو بخوره. اما دارم بهش فضا میدم، فرصت میدم که کار خودش رو کنه. به هر حال مارکت خیلی ساده نیست تحلیلش، باید فشار رو بخونی. کندل داره میاد پایین تر، کندل ما بسته شد. الان اگه بخوام بریک اوت رو ببینم باید رو فشار پایین ببینم. اصلا فشار بالا الان دوست ندارم در حقیقت ببینم، کاملا باید سریع بیاد بشکنه. استاپ لاس هم رو جابجا میتونم بکنم بذارم رو اون های، به خاطر اسپرید من استاپ لاس رو همونجوری که میبینی میذارم سر جاش، فقط کامیشن رو بگیرم. فشار رو به پایین خیلی سریع دوست دارم، در واقع این ناحیه شکستش 3 بار تست شده و اصلا دوست ندارم که در واقع دوباره تست بشه. جو فرضای دیگه هم نگاه میکنم، پاوند به ین هم تقریبا میتونم بگم آماده بریک اوت، میتونم این رو تیک پروفیت بکنم برم رو پاوند به ین. البته ساعت کاری مگه به هم اجازه بده و اون سریع به من سیگنال بده. فشار سلرا من کم کم دیگه اوردر رو هم باید بیارم اینجا بذارم که در حقیقت ببینم و دستم رو دکمه کلوز باشه. فشار سلرا 36 دقیقه است ما توی معامله ایم. این کندل 4 دقیقه دیگه بسته میشه. برای من خیلی مهمه بسته شدن کندل ها، زمارش رو بدونم. استاک رو یه لحظه من نگاه کنم. خب برگردیم یه فرصتی بگیرم، یه تنفسی بکنم، خیلی دست نزنم. یه مقدار فشار بایرا رو الان میبینم، فشار سلرا. سلرا اصلا نباید اجازه بدن بایرا اونجا دست بگیرن. 3 بار تست شده، من دوست دارم سریع ببینم این ناحیه من با همین فشار شکسته میشه. فشار بیشتر میخوام. 3 دقیقه و نیم دیگه در واقع این کندل بسته میشه. به نظر میرسه که میخواد بشکنه. باید ببینیم. بله نگاه کنیم، این تقابل خریدار فروشنده است. قیمت میاد پایین میره بالا. تو همین پایین اومدن و بالا رفتنه، یعنی در واقع میتونم بگم خیلی از اونایی که بایی زدن روی خوردن اصابت این قیمت روی ناحیه، من اوردر رو بذارم اینجا آماده کلوز باشم. کلوز دستی اگه دوست داشتم بیام کلوز دستی رو بزنم. خیلی از اونایی که بایی زده بودن الان دارن استاپ لاس میزنن، بریک ایون میخورن، در واقع تریدشون رو میبندن. برای همین شاید یه فشار بیشتر سلی ایجاد بشه. دلیل اصلی حرکت قیمت یادتون باشه عرضه و تقاضا. 700 دلار الان تو سودیم، قیمت باید بیاد شکسته شه. اون بالا همونجوری که میبینین تیکرم گذاشتم ببینم، در واقع به نظر میرسه آهان الان داره دونه دونه لوهای تیکر رو میشکونه، میاد پایین. در واقع تیپ ریدینگ، در واقع خودش تیپ ریدینگ خودش میتونه کمکتون کنه که در حقیقت استفاده کنین. دوست دارم بشکنه این لو رو. 3 تا لو الان اونجا داریم. دوست دارم 3 تا رو در یه زمان با هم خیلی سریع و قوی بشکنه. میشکنه الان. 800 خورده این معامله تو سوده. کاملا میبینین الان دوباره فشار بایرا ایجاد شد. من اصلا دوست ندارم این فشار رو ببینم. و همونجوری که میبینیم این مقاومت بایراست که باعث میشه اونجا این اتفاق بیفته. 40 دقیقه است تو این معامله هستیم و الان جاییه که به نظر میرسه کم کم نزدیک به تیک پروفیت گرفتن هم میشه. آماده میشم که دستم رو دکمه کلوز باشه و معاملم رو ببندم. خیلی برام فرقی نمیکنه 200 دلار 300 دلار بالا، اول از همه از سرمایه‌ام حفاظت میکنم. 800 تقریبا یه لحظه 900 دلار رو هم دیدم. دوست دارم خیلی سریع این کندل بشکونه این ناحیه رو، اصلا مقاومتی نبینم توش.
یه مقدار مقاومت رو میبینیم، والیوم رو برمیدارم که راحت تر باشم، کاملا تمرکز رو الان دارم، آمادم که این ناحیه بشکنه و پتانسیل خودش رو نشون بده به من، آماده هستیم. در واقع تیک پروفیتی که گذاشتم 16 پیپه، اما خب به نظرم نمیرسه 16 پیپو سری بیاد پر کنه، اما میذارم اونجا اگه بیاد چرا که نه. فشار بایرا رو میبینیم، کاملا بایرا دارن فشار میارن، به نظر آخرین فشارهای بایراست و در واقع قیمت داره میره که بشکنه این ناحیه رو. تیکر کاملا نزولی داره نشون میده، میاد پایین در حقیقت و به نظرم آهان بریک اوت اینجا اتفاق داره میفته، کاملا داریم یه کندل فول بادی بریک اوت میونه. آماده دستم رو دکمه کلوز ببینم کجا بهتره اونجا ببندم. $1000 $1040 قیمت بسیار عالیه، دو برابر سود کردم تو معاملم و بسیار خوبه، کمتر از 40 دقیقه و $1126 فکر می‌کنم همین جاها دیگه ببندم معاملم رو و بستم. $1126 مؤصل این ترید من.